کیلری که مشاهده می‌کنی داره دو کمپرسور کوپلند ده تون هستش و در یکی از مدارها یخ زدگی اتفاق میافتاد و بعد از اکسپنشن و اواپراتور یخ میبست فشار ساکشن به صورت متناوب بالا و پایین میرد خب توی اینجور موارد ما میتونیم تشخیص بدیم که پدیده هانتینگ اتفاق افتاده و اکسپنشن ورد دوچار مشکل هست یا گرفتگی در داخل سیکل داریم که جریان مبرد کند میشه و یا قطع میشه و دوباره جریان پیدا میکنه اما میخوایم با هم دیگه مشکل این چیلیه رو رفع کنیم و ببینیم که علت به وجود اومدن مشکل کجا هست همونطور که میبینید فشار ساکشن یک نوسان ده پیسایی داره و فشار دیسچارج بالا و پایین میره دمای ساکشن هم همینطور بالا و پایین میره و تغییرات و نوسانات دمایی رو ما داریم در قسمت واپراتور هم که مشاهده میکنید که ما یخ زدگی رو داریم وقتی که به دنبال گرفتگی توی این سیک میگردیم چیزی به عنوان گرفتگی مشاهده نمیکنیم قسمت کندانسور این چیلر دارای یک فن بود یعنی برای هر مدار یک فن کندانسور وجود داشت در چیلر هایی که دارای یک فن هستند یا حتی دارای تعداد فن های بیشتری هستند اما در فصل زمستان هم کار می یا در فصولی کار می کنند که بینابینی هست و دمای هوا بسیار معتدل هست یک مشکلی بروز میکنه این مشکل هم این هستش که با روشن شدن فن کندانسور دما میتونه به شدت افت بکنه در قسمت فشار بالا اما در مورد این چیلر و در مورد یکی از مدارها مشکل از اونجایی ناشی شده بود که کنترلر های که برای کنترل در مدار آوردن فن کندانسور استفاده میشد از تنظیم خارج شده بود و قسمت دیسشارژ دارای نوسانات بسیار بالایی فشاری شده بود و بین فشار 260 PSI تا 310 PSI نوسان داشت ببینید وقتی که قسمت کندانسور خیلی خنک بشه جریان مبرد کند میشه و جریان کند مبرد باعث میشه که مبرد کافی به قسمت اواپراتور و اکسپنشن ولو نرسه و راندمان سیستم دچار اختلال بشه همینطور فشار بالا هم همین پدیده رو به وجود میاره حالا زمانی که ما این نوسانات بسیار بالا رو داشته باشیم میتونیم این مشکل رو داشته باشیم که پدیده هانتینگ بروز بکنه در این چیلر کاری که پرسنل گروه مهندسی مهرسپند انجام دادن این بودش که تنظیمات کنترلر فن کندانسور رو به درستی انجام دادن این کار کاری زمانبریه و احتیاج به دقت بالایی داره بایستی تنظیمات به صورت آروم و پله پله انجام بشه و مدام شما سوپر هیت رو بگیرید عکس العمل های اکسپنشن عکس العمل رو مشاهده بکنید تا بتونید تنظیمات مناسبی رو انجام بدید پس از اینکه تنظیمات صورت گرفت سوپر هیت به میزان مناسب رسید یخزدگی اواپراتور از بین رفت و نوسانات فشار ساکشن به حداقل میزان ممکنه رسید اما در مدار دوم این چیلر زمانی که ما کمپرسور رو استارت زدیم مشاهده کردیم که سر صدای زیادی در قسمت سرسیلند رو کمپرسور مشاهده میشه وقتی که سرسیلندر رو کمپرسور باز شد همونطور که مشاهده میکنید میزان بسیار بالایی از مس وجود داره کاپر پلیتینگ اتفاق افتاده و مطمئنا باعث به وجود اومدن خوردگی شدید در قسمت بوش ها و یاتاقان‌ها ها و شاتون ها شده اما سوپاپ های ساکشن هم اینجا شکستن کوپر پلیتینگ نمیتونه باعث بشه که سوپاپ هامون به این شدت دچار شکستگی بشن پس پدیده برگشت مایع در این مدار از این چیلر وجود داره اما پرسنل نگهدار عنوان میکنن که ما به هیچ عنوان برگشت مایه نداشتیم و سوپر هیت رو به صورت منظم اندازه گیری میکردیم پس ما نمیتونیم در نظر بگیریم که برگشت مایه اتفاق افتاده بعضی اوقات فلاده استارت اتفاق میفته و در شروع راهاندازی حجم بالایی از مایع مبرد میتونه به کمپرسور برگرده زمانی که سیکل رو برای شستشو باز کردیم مشاهده کردیم که شیر برقی خراب هست و وقتی شیر برقی خرابه حجم بالایی از مبرد رو در زمان خاموشی به قسمت اواپراتور انتقاد می و به دلیل سرد بودن اواپراتور و دو مدار بودن چیلر یک مدار دیگه میتونی قسمت اواپراتور رو خنک کنه فضایی که کویل اواپراتور قرار داره پس بنابراین مبرد هم در اون قسمت میتونه کندانس بشه و به صورت مایع در بیاد در زمان راه اندازی حجم بسیار بالایی از مبرد در قسمت اواپراتور وجود داره که به صورت کندانس هست و میتونه به کمپرسور برگرده و پدیده فلادد استارت اتفاق بیفته و سیلابی از مبرد مایه به سمت کمپرسور برگرده و باعث شکستن سوپاپ ها و قطعات دیگه بشه به صورت تقریبی میتونیم بگیم که شاید حدود 5 درصد موارد برگشت مایه و یا استارت در حالتی که سیلابی مایه مبرد برمیگرده کمپرسور ناشی از شیربرقی خط مایع هست که خراب هست و مایع مبرد رو به قسمت اواپراتور میریزه پرسنل شرکت گروه مهندسی مهرسپند زمانی که مدار دوم رو قصد شستشو داشتند متوجه شیربرقی و خرابی شیربرقی شدند اما شما میتونید این پدیده رو به راحتی با تغییرات دما چک بکنید یعنی زمانی که کمپرسور داره کار میکنه و اگر شما چنین مشکلی رو یک بار قبلا مشاهده کردین میتونید سوپرهیت ساکشن رو اندازه گیری بکنید پس از اینکه سوپرهیت ساکشن رو اندازه گیری کردید اطمینان پیدا کردید که هیچ مشکلی در قسمت اکسپنشنتون وجود نداره میتونید به دنبال عوامل دیگه بگردید از قبیل برقی زمانی که برقی خراب باشه و مایه مبرد رو رد بکنه در زمان خاموشی شما با گذاشتن دستتون یا با یک ترمومتر به دو طرف شیر برقی شما میتونید تغییرات دما رو مشاهده کنید و یا صدای جریان مبرد رو بشنوید زمانی که مبرد در زمان خاموشی داره از شیر برقی رد میشه